برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. دادگاهی در لیبی 23 تن را به اتهام عضویت در گروه تروریستی داعش به اعدام و 14 تن دیگر را به حبس ابد محکوم کرد. دادستانی کل لیبی اعلام کرده است که علیه این افراد روز دوشنبه 8 خرداد از سوی دادگاه مصراته این کشور حکم صادر شده است. این اولین گروه متشکل از 320 متهم به عضویت داعش بود که دادگاهی و محکوم شدند. این گروه در سال 2015 حمله ای را به هتل مجلل کورتیندیا در ترابلوس انجام دادند و در پی آن ده ها مسیحی را سر بریده بودند. ارتش سودان و نیروهای واکنش سریع آتش بس در این کشور را 5 روز دیگر تمدید کردند. طرفهای درگیر جنگ در سودان در بیانیه‌ای گفتند این تمدید زمانی را برای کمک‌های بشردوستانه بیشتر، احیای خدمات ضروری و بحث در مورد تمدید بالقوه طولانی مدت فراهم می‌کند. با وصف برقراری 8 دور آتش بس در سودان و اعلام پایبندی به آن از سوی طرفین، درگیری ها به گونه پراکنده همچنان ادامه دارد. درگیری داخلی در سودان که از 1 ماه پیش آغاز شده تا کنون حدود 1000 تن کشته شدند و 1 میلیون نفر دیگر نیز آواره شدند. مسئولان آستان مقدس حسینی اعلام کردند که اولین مرکز درمان نوروپاتی عراق توسط حرم مطهر امام حسین علیه السلام ساخته خواهد شد و اولین گام این اقدام برداشته شده است. دکتر حیدر حمزه العبادی، رئیس مرکز بهداشت و درمان و آموزش پزشکی حرم مطهر حسینی گفت متولی شرعی حرم مطهر حسینی دستور داد تا پس از انجام مطالعات ویژه با توجه به عدم وجود مرکزی در عراق به منظور درمان نوروپاتی اختلالات عصبی، مرکزی در درمان این بیماری راه اندازی شود که کار تشخیص و درمان اختلالات اعصاب و عضلات و توانبخشی بیماران را بر عهده خواهد داشت.